زنان و دختران افغان که از رفتن به مکاتب و دانشگاه منع شدند، در تلاشند تا راهی برای حفظ امید و تحصیل بیابند. و به نظر می رسد تنها گزینه آنها در حال حاضر روی آوردن به کلاس های آنلاین هست. تیم اکادمی بین المللی مولانا دوره های آنلاین از خارج از کشور را برای زنان افغانستان که عمدتاً از دسترسی به آموزش محروم شده اند ارائه می دهد. زحل هاشمی دانشجوی حقوق 28 ساله در دانشگاه باختر در کابل می گوید It's very difficult because we can't reach our goals, we can't reach our dream. And I want to the government, please allow to women to go to school. زحل هاشمی و خواهران کوچکترش مروه و مدینه دور یک صفحه کامپیوتر جمع می شوند و در طول کلاس با دقت یادداشت برداری می کنند. دی اوزای خراب به ما اینترنت هم معیا نیست. او تو وقت هم شده که ما درس بودیم اینترنت قطع کردن. بسته شد. دیگه امید بر ما نمانده. اگرچه طالبان در ابتدا وعده حکومت معتدلتری را که حقوق زنان و اقلیت‌ها را رعایت کند می‌دادند، اما تا حد زیاد تفسیر سختگیرانه خود از قوانین اسلامی یا شریعت را دوباره اجرا کردند. حالا بازم یک کم امید بر ما پیدا شده. اگر طالبان ایران بند کنند، دیگه هیچ امید نداریم. سیامک جویا، یکی از معلمان اکادمی بین المللی مولانا می‌گوید با توجه به کمبود امکانات، کار با این تعداد دانش آموز سخت است. During this period we have been facing lots of problems. One of these problems is that we lack facilities and we do not know how to cope with that much students since we do not have the means to educate them or to reach all of them. مهناز مشعل یکی دیگر از معلمان این اکادمی میگوید که با این حال این وسیله آموزشی تنها جایگزین خوب در وضعیت کنونی افغانستان است. روزانه ده ها پیام سپاسگزاری و خوشحالی شاگردان را دریافت میکنم. خوبترین حس ممکن دست میتبرم. در مورد فایده رومی اکادمی میتونم بگویم در وضعیت فعلی افغانستان آموزش آنلاین یگانه جایگزین مناسب است که میتونه فوق العاده ارزشمند و مفید تمام شود برای دختران. جامعه افغانستان در حالی که عمدتاً سنتی است، طی دو دهه گذشته تحت حمایت ایالات متحده آموزش دختران و زنان را به طور فزاینده پذیرفته بود.